صعود و سقوط قسمت اول فصل دوم. سلام، من دزدم. بله، تعجب نکنید، من دزد هستم. حالا زندگیم را برایتان تعریف می کنم تا بدانید چرا من دزدم. من در یکی از دهات اطراف زنجان به دنیا آمدم. فرزند اول خانواده بودم. اسمم را حبیب گذاشتند. همین که کمی بزرگ شدم با بچه های محل به بازی در کوچه های خاکی ده پرداختم و چون دومین بچه خانواده هم به دنیا آمد، من زیاد مورد توجه نبودم و مرا تقریبا به حال خودم رها کرده بودند. برادرم حیدر هم کم کم بزرگ و بزرگتر شد و به من پیوست. او هم فرزند کوچه شد و مادرم با یک بیماری سخت دنیا را وداع گفت. پدرم نجار بود. در همان دهمان یک مغازه نجاری داشت. در و پنجره چوبی می ساخت و بعد از مادرم طولی نکشید که دوباره ازدواج کرد. به دستور زن بابا صبح ها من و حیدر را با خودش به مغازه می برد و تا می توانست از همون کار می کشید و بهانه اش هم این بود که باید کار یاد بگیرید. یک روز کت خدای ده از جلوی مغازه بابام رد می شد. من می خواستم یک تکه تخته را به حیدر بزنم که اذیتم کرده بود. حیدر فرار کرد و تخته خورد به سر کت خدا و پیشانیش خون افتاد. عصبانی شد و به بابام گفت این بچه ها را بگذار مدرسه، شاید آدم شوند. توی این مغازه به چه درد می‌خورند؟ آخر اینها چه کمکی می‌توانند به تو بکنند؟ مثل بلا می‌مانند. پدرم که شرمنده کت خدا شده بود اول کتک مفصلی به من و حیدر زد و به کت خدا قول داد که ما را به مدرسه بفرستد. چند روز بعد ما دانش آموز شدیم و هر دومون به کلاس اول رفتیم. البته من 4 سال از حیدر بزرگتر بودم. درس خواندن برایم سخت بود چون بچه های کلاس همه کوچکتر از من بودند. اما من مبصر شدم و تا یکی از بچه ها تکان میخورد اسمش را روی تخت سیاه مینوشتم و آقا ناظم اگر زودتر از خانم معلم به کلاس ما سری میزد او را تنبیه میکرد. آقا ناظم همیشه یک خطکش چوبی دراز در دست داشت و همه از او میترسیدند. کم کم به فکر کاسبی افتادم و مداد پاک کن و مداد تراش بچه ها را می دزدیدم و به کلاس های دیگر می فروختم. در کلاس ما همه مشکل مداد پاک کن و مداد تراش داشتند. اگر هم یکی از بچه ها متوجه می شد می گفتم حرف بزنی اسمت را روی تخت سیاه می نویسم و آقا ناظم را صدا می زنم. به این ترتیب تا کلاس 4 پیش رفتیم. از پولهایی که از دزدی از بچه ها به دست می آوردم برای حیدر هم آب نبات می خریدم. تا اینکه کلاس 4 را به پایان رساندیم و من گفتم من دیگه مدرسه نمی روم و حیدر گفت من هم اگر داداشم به مدرسه نرود پس من هم نمی روم و پدر از خدا خواسته گفت باشد. کلید مغازه را به من داد و گفت از فردا هر دوتون بروید در مغازه. من و حیدر روانه مغازه شدیم. این بار چون بزرگتر شده بودیم بابام کارهای سخت تری از ما میخواست. باید تخته ها را جابجا میکردیم، چیزهای سنگین بلند میکردیم. رسماً شاگرد مغازه شده بودیم اما از مزد خبری نبود. زن بابا هم پشت سر هم بچه می آورد. شب که به خانه می آمدیم تمام توجه بابام به بچه های قد و نیم قد و شیرین زبانش بود و ما یک چیز کوچکی می خوردیم و گوشه اتاق می خوابیدیم. یک روز به حیدر گفتم اینجوری نمی شود. من می خواهم دزدی کنم. من پول می خواهم. حیدر که همیشه از کارهای من تقلید می کرد گفت من هم می خواهم دزدی کنم و ما هم دست یکدیگر شدیم. اولین دزدی ما انگشتر همسایه بود که مرد مؤمنی بود. می آمد سر حوض وضو می گرفت، هنگام وضو انگشترش را در می آورد
و روی لبه سیمانی حوض می گذاشت. آن روز صبح زود بیدار شدم که به دستشویی بروم. او داشت وضو می گرفت. با دستمال یزدیش دست و صورتش را خشک می کرد. مثل گربه آرام و نرم از پشت سرش انگشترش را برداشتم و به دستشویی رفتم. او هم متوجه نشد و به اتاقش رفت و من از دستشویی بیرون آمدم و رفتم توی اتاق و زیر لحاف پنهان شدم. خیلی خوشحال بودم. دلم میخواست حیدر را بیدار کنم و شاهکارم را به او نشان بدهم. صبح که داشتیم سر کار میرفتیم، آقای همسایه را دیدم که دوروبر حوض دنبال انگشترش میگشت و میگفت حتما افتاده در حوض، باید آب حوض را خالی کنم. ما رفتیم و در راه با هم به او میخندیدیم. در مغازه را باز کردیم و جلوی آن را آب و جارو کردیم. حیدر گفت حالا انگشتر را به کی بفروشیم؟ گفتم فعلا صداشو در نیاریم. اینجا اگر بفروشیم همه هم دیگر را میشناسند و میفهمند که انگشتر دزدیه. بگذار به یک بهانه‌ای برویم شهر. منتظر فرصت بودیم که برویم شهر. بابام هم تا میتوانست از ما کار میکشید و میگفت شماها باید نجاری را خوب یاد بگیرید. دائما نگران انگشتر بودم که گم نشود. دائما دستم در جیبم بود و مراقب بودم ببینم انگشتر هست یا نه. توی فکر بودم چطوری به شهر بروم. یک روز یکی از اهالی ده به مغازه آمد و روی چهارپایه یک ساعتی نشست و با بابام صحبت کرد. او همانطور که نشسته بود از کنارش که رد شدم گوشه ای از یک اسکناس را در لبه جیبش دیدم و برایش دندان تیز کردم. منتظر فرصت بودم که یک مشتری آمد و سفارش یک پنجره داد برای دستشویی خانه‌اش. داشت با پدرم چانه می‌زد و اندازه پنجره را داد و مردی که روی چهارپایه نشسته بود مداخله کرد. دیگر متوجه حرف‌هایشان نبودم. فقط وقتی دیدم گرم صحبت است دست در جیبش بردم، گوشه اسکناس را گرفتم و از جیبش بیرون کشیدم. از خوشحالی روی پای خودم بند نمی شدم. به حیدر گفتم یکم دیگر پول بدزدیم فرار می کنیم و می رویم شهر. شب شد و به خانه رفتیم. زن بابام غر می زد و به پدرم می گفت تو که خرید نمی کنی، یه خورده پول تو خونه بذار، این چرخی که می آید بتونم خرید کنم. چرخی پیر مردی بود که سبزیجات و میوه را با چهار چرخه می آورد، در کوچه های دهات می گشت و سبزیجاتش را می فروخت. صبح که می خواستیم برویم بابام 10 تومان گذاشت سر تاخچه. من زودتر از بابام رفتم و حیدر که خودش را به خواب زده بود با فریاد بابام بلند شد و پول را از سر تاخچه برداشت و به مغازه آمد و مژده را به من داد. گفت بریم داداش. گفتم آره بریم. بریم خونه، مشتمون باز میشه. آن روز بابام نفت خریده بود برای خانه. به من گفت این نفت را ببر بده زن بابات. ظرف نفت را به دست گرفتم و به حیدر گفتم برو ایستگاه. نفت را به خانه بردم و بدو بدو خودم را به ایستگاه رساندم. روزی یک مینیبوس از ده به زنجان میرفت. به موقع رسیدم. مینیبوس پر بود. گفتم عیبی نداره، سوارم کن. می ایستم. حیدر هم روی یک صندلی نشسته بود. تا زنجان بیش از 1 ساعت راه بود. روی صندلی که حیدر نشسته بود گاهی من می نشستم و گاهی او. در گوشم می پرسید داداش کجا می رویم؟ گفتم تهران. به زنجان که رسیدیم 2-3 نفر نرسیده به گاراژ پیاده شدند. من و حیدر هم در بین آنها پیاده شدیم و پا به فرار گذاشتیم. بیچاره راننده دنبال ما دوید اما به ما نرسید و رفت. ظهر رسیده بودیم. گرسنه بودیم. رفتیم جلوی مغازه نانبربری. از بوی نانبربری دلمون ضعف رفت. رفتیم جلو، گفتم میشه 1 نصف نان بخریم؟ مغازه‌دار به اکراه گفت وایسا ببینم و مرد مسنی که جلوی ما ایستاده بود چندین نان گرفته بود. 1 نان به ما داد. گفتم دست شما درد نکند و رفتیم.
زیر یک درخت نشستیم و نان بربری داغ را با مزه خوردیم. انگار بهترین غذای دنیا را می‌خوردیم. حیدر گفت: داداش، انگشتر را کجا می‌فروشی؟ گفتم: بذار بریم تهران. رفتیم سر جاده زنجان تهران، ایستادیم. چند نفر دیگر هم آنجا ایستاده بودند. یک خانواده بودند. رسم بود هر که می‌خواست زود برود تهران، می‌رفت سر جاده می‌ایستاد. اتوبوس تهران آمد و به اشاره آن چند نفر ایستاد. آنها یک خانواده بودند و ما هم لابلای آنها سوار شدیم. نیم ساعتی که اتوبوس راه رفت، شاگرد راننده برای گرفتن کرایه آمد. پدر آن خانواده کرایه خودشان را پرداخت و شاگرد راننده گفت: پس اونا چی؟ برگشت و گفت: اونا با ما نیستند. و شاگرد راننده با ناراحتی گفت: من فکر کردم با شما هستند. آخه ما بچه تنها را سوار نمی کنیم. من گفتم: مگه چی شده؟ ما کرایت را می دهیم. گفت: پس بزرگتر شما کجاست؟ گفتم: تهران بیمارستان خوابیده، داریم میریم ببینیمش. او سری تکان داد و گفت: خدا شفاش بده. و از ما 6 تومان کرایه گرفت. خلاصه اینکه به تهران رسیدیم. برای اولین بار بود که تهران را می دیدیم. چه شهر بزرگی بود، چقدر خوب. اینجا چقدر آدم دارد که کسی را نمی شناسد. مثل ده ما نیست که همه همدیگر رو می شناسند. حیدر گفت: داداش، حالا چه کار کنیم؟ گفتم: فقط دنبال من بیا، مواظب باش منو گم نکنی. و او پایین کت مرا محکم در دستش گرفت. خدایا، حالا چه کار کنم؟ کجا بروم؟ پسر جوانی را دیدم که یک جعبه دستش بود و جعبه را از دو طرف با یک ریسمان بسته بود و آن را به گردنش انداخته بود. او داشت سنگریزه های رنگارنگ می فروخت. ازش پرسیدم: من یک انگشتر فروشی دارم، تو می خری؟ گفت: ببینم انگشترت رو. از جیبم در آوردم و بهش نشان دادم. کمی برانداز کرد و گفت: نه، من تو کار سنگم، اینو ببر تجریش بفروش. گفتم: غریبم، بلد نیستم. گفت: سواد که داری؟ گفتم: آره. گفت: برو اون اتوبوس ها را نگاه کن، اتوبوس تجریش را سوار شو، آخرش پیاده شو، آخر خط تجریش است. رفتم داخل محبته. اتوبوس ها همانطور که تابلوی آنها را نگاه می کردم از مردم هم می پرسیدم: اتوبوس تجریش کدومه؟ و بالاخره اتوبوس تجریش را پیدا کردیم و سوار شدیم. پشت سر هم اتوبوس ها پر می شدند و حرکت می کردند. رفتیم انتهای اتوبوس نشستیم. از این همه جمعیت تعجب کرده بودم. اتوبوس در ایستگاه های مختلف می ایستاد. عده‌ای پیاده می شدند و عده‌ای سوار می شدند. نفسم داشت بند می آمد. می خواستم شیشه اتوبوس را باز کنم، نمی توانستم. یک نفر این کار را کرد. دیدم حیدر از کنارم بلند شد. گفتم: کجا میری؟ گم میشی. گفت: پیاده که نمیشم، همینجا هستم. مردم چسبیده به هم ایستاده بودند. خانومی کیف دستش بود. در حالی که دسته کیف روی مچش بود، دستش را به میله کنار اتوبوس گرفته بود. چند لحظه بعد حیدر آمد با یک کیف پول زنانه. فهمیدم چه کار کرده. در اولین ایستگاه پیاده شدیم. گفتم: بارکلا، زرنگ شدی. گفت: حواسش به کیفش نبود. یواشی زیپش را کشیدم و کیف پولش را که همون رو بود برداشتم. آنجا که پیاده شده بودیم را نمی شناختم. گفتم: اگر ما را دیده باشند چی میشه؟ وارد یک کوچه شدیم. در کیف را باز کردیم. 120 تومان پول توی کیف بود. از حیدر گرفتم و توی جیب خودم گذاشتم و به او گفتم: بندازش بیرون. گفت: چی رو؟ گفتم: کیف پول رو. این مدرک جرمه، اگر دستمون باشه میفهمن دزدیه. گفت: آخه حیفه. گفتم: زود باش بندازش بره. به ایستگاه برگشتیم. باز یک اتوبوس تجریش. میخواستیم سوار شویم، راننده گفت: بلیط. گفتم: نداریم. گفت: برو تو ماشین از یکی بخر. از همان صندلی اول پرسیدم: آقا کی بلیط داره؟ به صندلی سوم که رسیدم، خانومی 2 بلیط از کیفش درآورد و به دست من داد. پرسیدم: چقدر میشه؟ گفت: هیچی مادر. آه، چقدر از مادر گفتنش خوشم آمد. بلیط را به دست راننده دادم.
جایی برای نشستن نبود. ایستادیم اما دستم را از روی جیبم بر نمی داشتم تا به تجریش رسیدیم. راننده گفت آخرشه. همه مسافران پیاده شدند. به حیدر گفتم زود به دنبالم بیا. به درون جایی که مانند بازار چه بود رفتم. حیدر پرسید چی شده؟ گفتم میترسم اون خانومه که پولشو زدی ما رو ببینه، بشناسه. کمی که در بازار چه راه رفتیم، محبته بازی را دیدم که دورش مغازه‌های مختلف بود، وسطش هم میوه فروشی‌های مختلف کنار هم و دایره مانند چیده بودند. از آنجا خارج شدیم. چشمم به یک امامزاده افتاد. به حیدر گفتم بریم تو امامزاده هم زیارت کنیم و هم یکم خستگی در کنیم. چند پله را پایین آمدیم. روی کاشی سردر امامزاده نوشته شده بود امامزاده صالح و کلی دیگر نوشته هایی به زبان عربی که نتوانستم بخوانم. کفش های من را به کفشداری دادیم و او یک چیز فلزی به همون داد که شماره 19 رویش بود. گرفتم. گفتم اینو چه کارش کنم؟ گفت باید وقتی زیارتت تمام شد اینو بدهی کفش هایت را بگیری. آهان، فهمیدم. وارد امامزاده شدیم. به به، چه هوای خنکی داشت. چقدر داخل امامزاده تمیز بود و بوی گلاب میداد. چند نفری به ذریح امامزاده مثل طلبکارها چسبیده بودند. چند نفر هم روی زمین نشسته و به دیوار تکیه داده بودند. یک آخوند هم روی منبری که کنار دیوار بود نشسته بود و روزه میخواند. ما رفتیم زیارت کردیم. بعدش یک گوشه خلوت نشستیم. کم کم خستگی به همون اثر کرد و من همونجا دراز کشیدم و به خواب رفتم. یک وقت متوجه شدم حیدر صدام میکنه. داداش داداش بلندشو بریم. چشمامو باز کردم. گفتم کجا بریم؟ جا به این خوبی؟ گفت نه پاشو زود باش. از حالتش فهمیدم دست گلی به آب داده. برخواستم و از حرم بیرون رفتیم. کفش های من را گرفتیم و وارد بازار شدیم. پرسیدم چی شده؟ چرا هولی؟ گفت داداش جیب دو نفر رو زدم. بریم یه جای خلوت ببینیم چقدره. آخه داداش اینجور جاها که جای خواب نیست، جای کاسبیه. یک جای خلوت پیدا نمیشد. به خیابان رسیدیم. روی پله یک خانه نشستیم. کسی به کسی نبود. هوا تاریک شده بود. پولها را درآورد شمردیم. از یکی 270 تومان زده بود و از دیگری 2000 تومان. عجب، اگه اینطوریه پس چرا کار کنیم؟ و حیدر گفت تازه فهمیدم جای پول در آوردن اینجور جاهاست. گفتم خب حالا کجا بخوابیم؟ جایی را نمی شناختیم و پول هم نمی خواستیم خرج کنیم. یک سواری داد می زد قوم دو نفر. گفتم مثل اینکه قوم هم زیارتگاه است. رفتیم جلو و پرسیدم چند می بری؟ گفت بپر بالا. پایان قسمت اول.